کاری از دستش برمیاد. هواپیما تو ارتفاع 8000 پا بوده. تا ارتفاع 14000 پا ارتفاع امنه. یعنی اگر اتفاق برای هواپیما بیفته از رپید دیکامپرشن یا هر اتفاق دیگه‌ای هواپیما به 14000 پا میاد. به خاطر اینکه اون ارتفاع امن‌ترین ارتفاع برای ماست. ارتفاع 8000 پا تقریبا نصف اون ارتفاع بوده. زمانی که هواپیما پوزیشن میگیره که بخواد لندینگ کنه تو فرودگاه امام خمینی، زمانی که پارک پوزیشن میگیره، زمانی که در هواپیما میخواد باز بشه، زمانی که پله میخواد به هواپیما کانکت بشه، همه این مراحل توسط سپاه فرودگاه امام خمینی، توسط دیسپچ فرودگاه امام، توسط برج مراقبت و توسط کوردینرهای ایرانی مدیریت میشه و هماهنگی میشه. هواپیما از زمانی که از فرودگاه اوکراین تیک آف میکنه تو رادار برج مراقبته. هم فرودگاه اوکراین هم فرودگاه امام خمینی هستش. از زمانی که پارک پوزیشن میگیره حتی پارک پوزیشنش تو فلایت رادار هستش. زمانی که در هواپیما بسته میشه و هواپیما میخواد پوش بک کنه، همه اینا تو فلایت رادار هستش. این که سپاه فکر میکنه که اون هواپیما هواپیمای جنگنده بوده، هواپیمای 737 800 مسافر بری، زمین تا آسمون فرقشه با هواپیمای جنگنده آمریکا. و سوال پیش میاد که هواپیمای جنگنده آمریکا از کدوم مرز ورود کرده به ایران تا ارتفاع 8000 پا بالای آسمون تهران پایین اومده و تازه رادار یا پدافند سپاه گرفتتش که بهش حمله کرده یا موشک رو به سمتش پرتاب کرده. اگر ویدیو رو دیده بودید، اگر ویدیو رو دیده باشید، موشک اول به سمت بال هواپیما زده شده، جایی که سوخت هواپیما است و منجر به 100% انفجار هواپیما میشه. و اگر در ادامه ویدیو توجه کنید، با وجود شلیک موشک کپتین سعی کرده که تغییر مسیر بده و هواپیما رو فرود بیاره و موشک دوم رو زدن. این یک خطای انسانی نبوده و کاملا با آگاهی انجام شده. من مهماندار هواپیمام که دارم این حرف رو میزنم، کاملا با آگاهی انجام شده. اینکه تو اون هواپیما چه کسی بوده و چرا اون هواپیما رو زدن، هر کس دیگه میتونه صدای منو برسونه. من میخوام خواستار این باشه از ایران جمهوری اسلامی که چرا اون هواپیما رو زدن، نه اینکه به اشتباه زدن یا از رو آگاهی زدن. این یک خطای انسانی نبوده. همه همکارای من، همه بچهای هوانوردی و اویشن تو این زمینه جا دارن برای صحبت کردن، ولی از حرف زدن میترسن چون جوابشون گلوله است. اگر کسی اینجا میتونه صدای منو برسونه به مسئولی که کاری از دستش برای ایران و ایرانی برمیاد، من خواهش میکنم اینو انتقال بدین که این یک خطای انسانی نبوده. جمهوری اسلامی باید جواب بده که چرا اون هواپیما رو زده. جمهوری اسلامی زمانی باید جواب بده که مردم تغییر کنن. تا زمانی که تفکر مردم همینه، همین جوری فکر میکنن که با جهالت و نادانیشون 176 نفر به اضافه سانچی، به اضافه سیستان و بلوچستان، به اضافه رکس، به اضافه همه آدم مردن و عین گوسفند میرن رای میدن، از این بشر خواهد شد. زمانی که مردم ایران، تا زمانی که